که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیات هاست گریه اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیمو وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بحثمون در این بود که چه عواملی باعث شد که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در کربلای معلا به سخت‌ترین وجه ممکن به شهادت برسند. اومدیم گفتیم که ابتداعاً بررسی میکنیم که قاتل از سید الشهدا کیست. در پرونده شهادت امام حسین علیه السلام متهم ردیف اول طبق آنچه که مقتل خوارزمی بیان کرده اصحاب سقیفه هستند، نه اینکه بخوایم شمر و خولی و سنان و عبیدالله و یزید رو تبرئه کنیم، نه، میخوایم بگیم عامل اصلی کیه. عامل اصلی در شهادت امام حسین علیه السلام اصحاب سقیفه هستند. اینها چی کار کردن؟ گفتیم اومدن یه برنامه ریزی دراز مدتی رو انجام دادن، به تعبیر حقیر یه دومینوی رو درست کردن که با این دومینو با قصد حق آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام شروع شد و این مطلب تا زمان ظهور امام زمان ادامه داره. این جنایات سقیفه تا زمان ظهور حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن ادامه داره. اول کاری که کردن آمدن مردم رو حرام لغمه کردن که این رو بهش پرداختیم. دوم کاری که انجام دادن و بسیار خطرناک بود و آثارش ما در کربلای معلا میبینیم این بود که آمدن فساد و فحشا رو در حکومت متخلف ثانی نهادینه کردن. یعنی چی؟ یعنی ببینید خلیفه دوم زمانی که بعد از 2 سال و 6 ماه حکومت قاسبانه اولی به خلافت رسید،
به خاطر اینکه ذهن مردم را از بیسوادی ها، بیکفایتی ها و از تمام نقاط ضعف خودش منصرف کنه. یک، دو، به خاطر اینکه ذهن مردم را منصرف کند از تمام جنایاتی که در حق امیرالمؤمنین شده بود، مخصوصا قصد حق آقا امیرالمؤمنین، و مردم اصلا به این مطلب فکر نکنند و این مطلب در اولویت مشکلات و موزلات و توجهات مردم نباشد، یک کار عجیبی انجام داد. و اون کار عجیب این بود که اومد دستور داد به کشورهای همسایه حمله کنن. ما اینو قبلا بررسی کردیم، تو فضای مجازی هم گذاشتیم این رو. در این باره حقیر یه مقاله ای نوشتم حدود 200 صفحه که فتوحات خلفای سگانه چیزی جز جنایت در حق اسلام نبود. چرا؟ من یه سوال دارم. این مطلب رو در کتاب صحیح بخاری، کتاب الطهاره آورده. وقتی از خلیفه دوم سوال میکنن که اگر کسی تو بیابان گیر کرد، نیاز به غسل پیدا کرد، آب نبود، چیکار کنه؟ هست این مطلب، نگاه کنن عزیزانمون، اونایی که منصفن نگاه کنن. خلیفه دوم گفتش که اگر کسی تو بیابان نیاز به غسل پیدا کرد و آب پیدا نکرد، نماز نخواند. من هم این اتفاق برام افتاده، نماز نخوندم. بعدن ابن عباس یاداوریش کرد که در قرآن کریم اومده اگر آب پیدا نکردی تیمم کنید. بعد وقتی حکم تیمم را از دومی بیپرسند، شما برید مطالعه کنید که جناب خلیفه دوم چجوری بیان کرده. این مطلب رو که عرض کردم، کتاب الطهاره صحیح بخاری آورده. بعد جالب‌تر اینه که اگر خواستید دقیق شده، به تعبیر من تحقیق شدهش هم ببینید، یک کتابی هست به نام سیری در صحیحین، مال آقای صادق نجمیه. آقای صادق نجمی فوت کردن، ولی کتاب سیری در صحیحینشون کتاب بسیار عالیه. آمدن صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بررسی کردن. حالا حرف من اینه، کسی که خودش حکم تیمم را بلد نیست، کسی که 10 سال میکشد تا یاد بگیره سوره بقره را از رو بخواند، کسی که سوال کردن در حکومتش ممنوعه، چجوری میخواد مبلغ اسلام باشه و اسلام رو به کشورهای همسایه به تعبیر من بفرسته و انتشار بده؟ اونطور که در کتاب اسلام ایرانیان و عمر ابن خطاب نوشته آقای محمد علی عطایی اصفهانی، آمده خلیفه دوم فرماندهانش رو تهییج کرد، تحریک کرد برای حمله به کشورهای همسایه به 2 علت. اولا قائل به این بود که کشورهای همسایه مثل ایران، مثل اون موقع شامات، اینها ثروت‌های زیادی دارن و زنان زیبایی دارن. از جمله این که حمله کردن به ایران، ایران در 8 سال حکومت خلیفه دوم فتح شد. حالا حرفم اینه، وقتی که ایران فتح شد، زنان به عنوان کنیز، زنان و دخترکان ایرانی به عنوان کنیز و ثروت‌های زیادی از ایران به سمت پای تخت اسلام اون موقع که مدینه بود سرازیر شد. خلیفه دوم که از قبل نقشه کشیده بوده، اینا هیچ کدومش رو هوا نبوده، اینا هیچ کدومش بی برنامه نبوده، به خاطر اینکه مردم رو مشغول کنه به زنبارگی و فساد و فحشا، 2 تا فتوای عجیب داده. فتوای اولش اینه، این فتواها همه آدرس داره، تو منابع سنی ها هم هست. فتوای اول خلیفه دوم اینه که تمام خانومایی که به عنوان کنیز به مدینه آورده شده اند، به خاطر اینکه اینها سلب جایگاه اجتماعی ازشون بشود، اینا باید سر و گردنشون برهنه باشه. این یک، تمام کنیزکان باید الزاماً سر و گردنشون برهنه باشه. فتوای دومش که عجیبتر از اولیه اینه، ما میبینیم خیلی از عزیزان ما هم توجه نکردن به این. فتوای دومه خلیفه دوم این بوده که یه مرتبه یه روز رفت رو منبر این فتوا رو داد، گفت متعتان محللتان فی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما. 2 تا متعه بود در زمان پیامبر، متعه نکاح بود و متعه حج. در زمان پیامبر حلال بود، من 2 تاشو حرام میکنم و هر کس این کار را انجام بدهد اعاقب علیهما، عقوبتش میکنم، با شلاق بهش میزنم. حرف من اینه، وقتی ازدواج، یه نوعی از ازدواج حرام شد، از طرفی سر و گردن خانمای کنیز برهنه شد، تمام زیبایی زن هم به سر و گردنش دیگه، از اون طرف زنان کنیز
دخترکان کنیز جایگاه اجتماعی نداشتن. یعنی اگر کسی به آنها متعرض میشد، اینا حق نداشتن جایی اعتراض کنن یا جایی مطرح کنن. پس چی شد؟ به خاطر اینکه زنان و دخترکان کنیز سر و گردنشون برهنه بود، یک، جایگاه اجتماعی نداشتن، دو، ازدواج موقت حرام شد، سه، به خاطر این سه علت ما میبینیم روابط نامشروع در زمان خلافت خلیفه دوم به شدت اوج میگیره. اینقدر اوج میگیره که از این روابط نامشروع فرزندان حرام به دنیا میان و این فرزندان حرام میشن نقش‌آفرینان واقعی کربلا. غالب کسانی که در واقع کربلا نقش‌آفرین بودن در لشکر عمر سعد، یعنی مثلا کسانی که بر بدن ابا عبدالله اسب تازوندن، کسانی که امام حسین علیه السلام رو غارت کردن که حضرت زینب فرمود مصلوب الامامت و الرضا، امام حسین رو غارت کرد، کسانی که اومدن جنایاتی انجام، دست آقا عمر بنی هاشم رو قطع کردن، کسی که با عمود آهن به سر عمر بنی هاشم زده، یا کسایی که نقش‌آفرین بودن در لشکر عمر سعد، غالبا اینا حرومزاده بودن و اینا ولد حرام بود. نکته بسیار اساسی که به درد شیعیان و محبین اهل بیت میخوره اینه. یه نکته بسیار بسیار مهم اینه که من تاکید کردم این که الان این همه علمای ما، بزرگان ما تاکید میکنن رو مسئله حجاب و عفاف، چون دشمنانی که اومدن دختران ما رو حالا هر جوری بوده به تعبیر من منحرف کردن، حجاب کم رنگ شده، حجاب یا خدا نکرده ضعیف شده، این حجاب مورد هدفشون نبوده، نقطه اتکای کلامشون حجاب نبوده، منظور حجاب نبوده. پس منظور چی بوده؟ منظور اینه که با از بین رفتن حجاب روابط نامشروع زیاد شود، بعد از روابط نامشروع فرزندان حرام به دنیا بیاد، که اینجوری اسلام کلن نابود میشه. نکته بسیار مهم دیگر این که تا به حال از این نقش دوباره دیگر هم استفاده شده، به این معنا که یکی در زمان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام استفاده شده، که اومدن طرفداران فرعون وقتی دیدن تعدادشون 100,000 نفره و طرفداران جناب موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام 500,000 نفر است، گفتن چیکار کنیم؟ 100,000 نفر که نمیتواند بر 500,000 نفر غلبه کنند. اومدن این نقشه رو کشیدن، دقیقاً این نقشه، اومدن دخترکان قبطیان رو، طرفداران فرعون رو، اینا رو آرایش کردن، اینا رو برهنه و نیمه برهنه فرستادن به عنوان دست فروش تو لشکریان حضرت موسی و به اینا سپردن که اگر کسی خواست با شما صحبت کنه ممانعت نکنید. بعد ما میبینیم کار به جایی میرسه که تمام جوانان لشکریان موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام مشغول میشن به این دخترکان. حتی پسر عموی جناب موسی بن عمران یکی از این دخترکان رو میاره توی چادر فرماندهی، میگه اگر خدای تو میگه این نعمت به این خوبی ممنوعه، من اصلا خدا رو نمیخوام. خیلی عجیبه. فلذا فقط پیرمردها میمونن. وقتی فرعونیان حمله میکنن اینا مجبور میشن فرار کنن، اصلا دیگه نیرویی برای مقاومت در برابر دشمن نداشتن. این یک بار. مرتبه دوم در اندلس، وقتی خواستن ریشه اسلام رو در اندلس به تعبیر من از جا در بیارن و اسلام رو کلن از بین ببرن در اروپا، بهترین نقشه‌ای که کشیدن مسیحیان همین بود. اومدن دخترکان خودشون رو با آرایش و برهنه و نیمه برهنه فرستادن تو مراکز اجتماعات مسلمون‌ها در اندلس اون زمان، اسپانیای الان. یواش یواش جوان‌ها مشغول شدن به این دخترکان و این به تعبیر من این خانمای برهنه و نیمه برهنه. وقتی مسیحی‌ها حمله کردن به اندلس هیچ نیرویی برای مقاومت نداشتن. حالا من یه چیزی که از عزیزان هیئتی سروران عزادار میخوام اینه، ما باید به هر قیمتی مانده همسرانمون و دخترانمون رو تشویق کنیم به حجاب. ببین آقا جان، امام سجاد در واقعه عاشورا، من اینا رو احصا کردم دونه دونه، بیش از 20 مورد امام سجاد علیه السلام در واقعه عاشورا، بعد در کوفه و بعدم در شام، بیش از 20 مورد برای حجاب گریه کرده. این مسئله حجاب که دومی اومد بی‌حجابی و بی‌عفتی رو نهادینه کرد تو جامعه خودش و تا قسمت عمده‌ای ادامه پیدا کرده،
این اینقدر مهمه که ما میبینیم اولین روزه‌ای که در قتلگاه امام حسین علیه السلام خوانده میشود، تو رو خدا بانوان ما، خانومهای محترم ما اینو دقت کنن، اولین روزه‌ای که در قتلگاه امام حسین خوانده میشود روزه حجاب. حضرت سکینه میفرمایند ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بعد میفرمایند انظر الی امتی المذروبه. این خیلی مهم، فلذا دقت داشته باشیم. این حجاب که سر دختران و نوامیس ما هست، اهل بیت به خودش کتک خوردن. شما ببینید حضرت زینب کبری سلام الله علیها اندل ورود به کوفه، با اینکه سه روز ایشون قضا نخوردن، 18 تا داغ دیدن، کتک خوردن، اذیت شدن، این همه به حضرت زینب جسارت شده، ولی وقتی میان به در جلد 44 بهار این مطلب اومده، ورود اسرا به کوفه، وقتی وارد کوفه میشن یه خانومی براشون نون و خرما میاره، ما میبینیم که حضرت زینب سلام الله علیها میفرمایند صدقه بر ما حرامه چون ما دختران پیامبر هستیم. عجیب اینه، وقتی خودش رو حضرت زینب کبری سلام الله علیها معرفی میکنه، ما میبینیم حضرت ام حبیبه اون خانومی که براشون نون و خرما آورده ایشون رو میشناسه، به جا میاره که من 20 سال پیش شاگرد شما بودم، در محضر شما تلمذ میکردم تفسیر قرآن رو. بعد میگه بی بی جان، آیا چیزی احتیاج دارید؟ من گفتم سه روز حضرت غذا نخورده، سه روز نخوابیده، سه روز 18 تا داغ دیده، به بدترین نحو ممکن از کربلا به کوفه منتقل شده، سوار بر شتران بی جهاز شدن، کفش ها و دمپایی ها و پای افزار های آنها رو کندن، اینجوری آوردنشون. ولی اولین خواهش حضرت زینب از ام حبیبه اینه که میفرماید که اگر برات مقدوره یه مقداری پارچه و پرده و چادر برای ما بیاورید که حجاب ما مناسب نیست. این اهمیت حجابه و خدا میداند یکی از مهمترین راه های یاری امام زمان که در بین خانومهای ما، در بین دختران ما این مطلب باید جا بیفته اینه که خانم محترم، خواهر گرامی، یکی از مهمترین راه های یاری امام زمان حفظ حجابه. من یه نکته بگم اینجا عرضم رو جمع میکنم، نکته بسیار مهم اینه، بعضی از خانوما، بعضی از دختر خانوما میگن آقا ما به وضعیت موجود اعتراض داریم. خب اعتراض دارید که نباید خودزنی بکنی که. آیا با خودزنی، با از بین بردن حجاب و عفاف، آیا وضعیت درست میشه؟ آیا مشکلات حل میشه؟ آیا گرفتاری ها برطرف میشه؟ یه نکته بگم برای عزیزانی که تو حیات هستن، اینم قابل تأمله. ببینید الان متاسفانه بعضی وقتا هیئتی های ما، خانم های متدین و مؤمن، هم این براشون گفته نشده که چی؟ که اگر یه خانم بی حجاب، اگر یه خانم بدون پوشش کشف حجاب کرده بخواد بیاد تو هیئت، ما باید چی کار کنیم؟ این نکته بسیار مهمیه. ببینید الان بعضی از خانومای بی حجاب، بعضی از خانومایی که کشف حجاب کردن، میخوان وارد هیئت بشن و فضای هیئت رو مسموم کنن، فضای هیئت رو آلوده کنن با وضعیت خودشون. ببینید هر اینه که امام حسین همه رو دعوت کرده، این خانوما میگن آقا ما رو امام حسین دعوت کرده، نباید ممانعت کنید. من این شبهه رو همینجا جواب بدم که بله، امام حسین علیه السلام قمارباز رو دعوت میکنه، امام حسین علیه السلام سگباز رو دعوت میکنه، بیهجاب رو دعوت میکنه، امام حسین علیه السلام همه گناهکارها رو دعوت میکنه، شرابخور رو دعوت میکنه، ولی نکته نه این که با وسایل گناه بیان تو هیئت، نه این که با مظاهر فساد و معصیت بیان تو هیئت. این خیلی مهمه. فلذا اگه سگباز، قمارباز، شرابخور، هر کی میخواد بیاد تو هیئت، باید اون مظاهر فساد و آلات گناه و معصیت رو کنار بذاره، خودشون تشریف بیارن، اشکال نداره. به همین خانومی هم که بی حجابه میخواد وارد هیئت بشه، حتما ما بگیم خانم محترم اگه میخواید تشریف بیارید تو هیئت، حجابتون رو رعایت کنید با زبان خوش و قولوا له قولا لینا، قولوا للناس حسنا، با زبان خوش اگر میخواید تشریف بیارید تو هیئت، حتما حجابتون رو رعایت کنید، ما در خدمت شما هستیم، تشریف بیارید تو هیئت، خالی از لطف نیست. یه سلامی بدیم به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام الائمه النجبا. دیدید اگه توی خانه‌ای یه مادری مریض باشه،
معمولا مریضیشو از بچه هاش پنهان میکنه که بچه هاش قصه نخوره. حضرت زینب کبری سلام الله علیها، این آخری ها که مادرشون خیلی به بستر افتاده بودن، هر روز از مادر میپرسیدن مادر حالت چطور؟ هر روز حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه دردش و بیماریش رو از بچه هاش پنهان کنه میفرمودن الحمدلله، شکران لله. زینب کبری این زبان حال عرض میکنم، شاید میفرمودن مادر هر روز که حال تو میپرسم میگی الحمدلله، ولی چرا هر روز لاغرتر ز روز پیش میگردی؟ مادر اگر حالت خوبه چرا میخوای راه بری دست به دیوار میگیری؟ مادر اگه حالت خوبه پس چرا نمازتو نشسته میخونی؟ مادر اگه حالت خوبه چرا دیگه زینبو بغل نمی کنی؟ چرا موامو شونه نمیزنی؟ مادر اگه حالت خوبه دیدم قنوتتو با یه دستت میگیری، تو میگی حالم خوبه الحمدلله، خیال نکنی از حالت خبر ندارم. چرا مادر؟ میدونم چی به سرت اومده. مادر تو در خواب بودی، آمدم بازوی تو دیدم. مادر بازود خیلی سیاه شده، خیلی بازود ورم کرده مادر جان، اما مبادا آن که بیدارت کنم آهسته بوسیدم. دختر کوچولوها خیال میکنن جای زخم، بریدگی، شکستگی به فکر خودشون این کارو انجام میدن، فکر میکنن با بوسه زخم خوب میشه. مادر مبادا آن که بیدارت کنم آهسته بوسیدم. مادر دستتو بوسیدم مادر، انشالله زودتر خوب میشی، انشالله از جا بلند میشی. اما طولی نکشید که بچه های امیرالمومنین علی علیه السلام دنبال تابوت مادر جوانشون میرفتن. ای خوشان روزی که مادر خانه مادر داشتیم، دیده از دیدار روی او منور داشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. السلام علیکه ایتو از صدیقت و شهیده ذات الاحزان الكثیره فی مدت قلیله. امیر کربو بلا بی جان و فرمان یه دونه از برنجای نظری تو من به کل دنیا نمیدن، تلخیه چای روزه ها تو آقا جون به می و صحبا نمیدم، نکری تو این دم و دستگاه تو رو به تخت شاه نمیدم. چه عزتی دادی به گدا که مونده پا بنده، چقدر مریض و داد شفا چایی و این قنده، عشق تموم سینه زن و فدای لبخندت. امیر کرم و بلایی جانا تا کنار شه خدایی جانا، توی دل ما نوکرا دائم میکنی فرمان روایی جانا. ای جانم هوا عبدالله، جانانم هوا عبدالله، ای جانم هوا عبدالله، جانانم هوا عبدالله. یه ذره از محبتت رو به همه لذت دنیا نمیدم، قطره اشکی رو که باریده برات به صد تا دریا نمیدم، یه گوشه یه دنج حرم رو به خدا برش الان نمیدم. چقدر عجیب روزه تو تو سینم آتیشه، غمت زده توی دل ما سین زناریشه، بهشت و میدن بشکی که
واسه تو جاریشه، سید اهل جنانی جانا، نور چششی ایانی جانا، روز ظهور ذکر لب ما و مهدی صاحب زمانی جانا، ای جانم ابا عبدالله، جانانم ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، بی تو ای دوست چه گویم که چه آمد به سرم، راه گم کرده و در کوچه دل در به درم. آقا جان امام زمان، شمع عمر من مهجور به سوسو افتاد، شب ظلمانیم و چشم به راه سحرم، تو ز اعمال من و حال دلم آگاهی، من نه تنها ز تو از خیمه تو بی خبرم. آقا جان الان کجای عالم، عزادار اجداد خودت هستی آقا، آقا جانم الان کجای عالم، صدا میزنید امان از دل زینب، بمیرم برا دل شما. صالحان متقیان را تو امامی، پدری من آلوده که باشم که بگویی پسرم، عاقبت فعل بد از چشم تو انداخت مرا، دیگر از عشق نی و ناله نباشد اثرم. یا صاحب از زمان مدد بده، بخوانیم برا مادرتون زهرا سلام الله علیها. یا زهرا یا زهرا، چه افتخار بزرگی گدای فاطمه ای. واقعا هم باید خدا رو هر لحظه شاکر باشیم که گدایی این خانواده قسمت و روزی ما شده. فرقی نمی کنه یکی مداح، یکی منبریه، یکی تو مجالس اهل بیت چای ریزه، یکی کفشا رو مرتب میکنه، یکی آشپزی میکنه، هر کی نوکری میکنه باید خدا رو شاکر باشه. چه افتخار بزرگی گدای فاطمه ای، همیشه ملتمسین دعای فاطمه ای. چه خوب شد که غلام وفای فاطمه ای، مقلدان ره فزهای فاطمه ای. تمام عمر نشستیم زیر پرچم او، همیشه روی لب ماست اسم اعظم او. ندیده ایم زنی را از اون خدایی تر، ندیده ایم از اون شیعی ولایی تر، برای حضرت مولا از اون فدایی تر، ز فاطمه احدی نیست مرتضایی تر.
اگه امیر المومنین تنها یک عاشق تو همه دنیا داشته باشه، اون کسی نیست جز خانم فاطمه زهرا. عاشق واقعی امیر المومنین زهراست، جانشو برا مولا تقدیم کرد به جرم این که شعاره علی علی سر داد، میان شعله یک عده بی وفا افتاد، برای این که نگوین علی شده بیار، کشیده حضرت ریحان زحمت بسیار. حالا میخوام روزه بخوانم بسم الله به قصد فرج امام زمان، شفای همه مرزا، رفع گرفتاری از همه شیعان امیر المومنین. بسم الله روزه بخوانم به اذن امام زمان، چه کردن با بانوی دو عالم، شکست حرمت او بینان در و دیوار. قریب بود میان 40 نفر اشرار، روزه خونا منبریا همه حرفای روزه زهرا، سلام الله علیها رو نمیتونن بزنن، زبان قاصره. آی بگم یا نه، قریب مود میان 40 نفر اشرار. امام زمان ببخش آقا، زبان ز گفتن این ماجرا حیا کرده، برای حضرت مولا پسر فدا کرده. لحظه ای رسید بین در و دیوار، صدا زد و محسنا، یا فزت و خزینی، یا الله یا الله. نوشتن که بعد کینه ها زدن او را. امام زمان ببخش، به پیش چشم علی بی هوا زدن او را، برای کشتن شیر خدا زدن او را. کیا؟ مغیره های بدون حیا زدن او را. هزار روزه ناگفته آمده سر او، 3 ماه گریه خون بود کار بستر او. آخه میخوام روزه بخوانم از زبان امیر المومنین، با خانومش زهرا درد و دل میکرد و حرف میزد. وقت من اونقدی نیست بتونم همه زوایا رو اشاره کنم، همین چند جمله و التماس دعا. صدا زد زهرای من، قسمی دادم تو را با اشکهایم فاطمه. زهرای من میشنیدی بی گمان سوز صدایم فاطمه، زیر لب میگفتم یارم حلالم میکنی، پس چرا پاسخ نگفتی بر نوایم فاطمه؟ زهرای من زیر لب می گفتم یارم حلالم می کنی، پس چرا پاسخ نگفتی بر نوایم فاطمه؟ من سپر یک سپر من دادم و 100 جا سپر گشتی به من، خورده بر جسم نحیف تو بلایم فاطمه. مادری و خوب دانم آرزوهایت چه بود،
محسنت را هم فدا کردی برایم، فاطمه زهرای من. ای جان عالم به فدای تو یا امیر المومنین. چه کشیدی آن لحظه که بدن زهرا تو قسل می دادی؟ بین قسلت تازه فهمیدم که بازویت چه شد. من بمیرم جان خود کردی فدایم فاطمه. اسما میگه دیدم امیر المومنین وسط قوس، یه لحظه دست از قوس برداشت، سر رو به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه کرد. صدا زدم آقا جان چه شد؟ فرمود اسما دستم به بازوی ورم کرده زهرا رسید. قسل می دادم، قسل می دادم، ولی خونابه ها می شد روان. از فراق تو ببین غرق عزایم، فاطمه شد قرار ما کنار مقتله، شد قرار ما کنار مقتلان. ظهر دهم قصه دار روزه کرب و بلایم فاطمه. ای خوشان روزی که ما در خانه مادر داشتی. اینم بگم هر کی مادر زیر خاک داره مادرش از این روزه فیض ببره. ای خوشان روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دید از رخسار پر نورش منور داشتیم. جمله پایانی روزه منه، هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. الهی ازم البلا و بره الخفا. الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل.
العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.